هدف زندگی ما شاد بودن است، پس به خدا توکل کرده شاد باش. سلام و وقت شما بخیر. آرزو دارم خوب صحتمند سر حال باشین و باز هم خیلی خرسند هستم از اینکه وقت برنامه خودتان گپ نو فرا رسید و حبیب ناظم برنامه را تقدیمتان میکنه با جمع از همکارا و جمع از همکارای دوست داشتنی و بخشای متفاوت. باز هم امشب در خدمت شما هستیم. امشب مطمئنا از برنامه لذت خواهد برده باشین. خواد ببرین ببخشین. بخاطر چی که عمو عزیز ما که بسیار دوستش دارین که در آغاز برنامه همیشه میایه، اونمو عزیز ما خوشکلام پپرمت و همه تو ماشاءالله دوست داشتنی یک چند شب امروی من نبود. نصر جان خوش آمدی. خوب هستی؟ خوب هستی انشاءالله صحتمند. امی گپ یاد کردی؟ من برنامه را دیدم. خواه دیدم؟ البته در یوتیوب دیدم. دیگه یک چیزو گفته بودی در شروع برنامه. دیگه اوت یک قصه نبود. اول ما یک سلام علیکم کنم. بعد از اون بعد فقط قصه شو کجا بودیم. سلامون اونی که هیله هیله چه جوړ لو خوشاله آباد اوسه هر چیرې اوسه خوشحالی مو غواړو جون موله خوشاله یا ډاکله هر غم له هر ناهیلی نه لري اوسه الله پاک مو ټولی هیله سرته ورسوي. خوش آمدیم. ما چشم روشن خودت بخیر جور میبینم. من همی فهمو اینمی همکار ما بر من سکت خودتا پیش خودتا پیش اتاری دیده بود. ما سکت بود یک قصه نبود. گفت که از او چی میخرید؟ من فهمیدم پیچ پلی پلاس پلی قسکمر چی بود؟ چیز دیگه گفته بودی؟ پیش از او یک چیز دیگه بود. جرنبا نه یک چیز دیگه بود. خب بادلان خشک نه یک چیز یک وسیله نقلیه گفت خریده. خب موتورسیکل خریده بود. موتورسیکل خریده بود. خب پس فروختش دیگه اومد ده برنامه. یک قصه نبود. امی خبر امی موضوع رو می خوام با شکل خبر خوش هم تقدیم بینند ما این خبر خوش امین پیردی گفتن خوبان خوش هیست حالا میمونی خیلی برو من چپ هستم برو نبرو تو که خبر خوشش چیه؟ نه مقار کنم دیگه مقار هستم. خبر خوش کس آمده؟ نه میترکس آمده. نازم جان باید خبر خوشم میخوایم امید تقدیم بینند کنم که ما تانستیم. البته ما در کرکت مصروف بودم. بله بله. لیگ برتر کرکت کابل که تمام مسئولیتش تلویزیون آریانا به دوش داشت، از نشرات تا همه مسئولیت‌ها به دوش تلویزیون آریانا بود و ما یک تیم بسیار قوی بودیم که اونجا کار میکنیم و تانستیم این لیگ بسیار به خوبی و به موفقیت به پایان برسانیم. دیگه از اون لیگ از مسابقه اخیر، البته مسابقه فاینال که بین تیم کابل زلمای و شاهین هانترز بود که شاهین هانترز توانست مقام اول در لیگ کسب کنه. فقط یک هایلایت شما آماده کردیم. خیلی خوب است. آخر از او که ما یک مراسم جوایز هم داشتیم. آها. و او رو بسیار خوب به نشرات سپردیم. دیگه میرم میخوایم که بینندام ببینه. گپ خوب رو یادآوری کردی نصر جان. بله ما همیشه در برنامه یادآوری میکردم در برنامه رادیویی همچنان نجزای کراقمند کرکت هستن، گفتم لیگ کرکت کابل را بیننده باشن و همه همکارای ما تلاش و زحمت خود کشیده بودن که ما به افتخارشان همینجا کف میزنم. ولی گپی است که یک تیم بسیار قوی داشتیم، یک تیم ورک بسیار قوی داشتیم. کلاگی امی ده یک نفر با یک دست اگر چیکونی چیز نمیشه، اما با دو دست سلامت. ما یک تیم ورک قوی داشتیم، دست به دست یکی دیگه دادیم تا تانستیم لیگ به موفقیت برسانیم. و وقتی که امی یک چیز به موفقیت سپری شوه نازم جان دقیق داخل اگر مهم نیست چیز برات برسه نرسه، اما یک خوشیشم برسه، اما یک تشویقش برسه، اما همه چیز است. ما شما بر معنویت کار میکنیم و امی که ما شما وقتی که بیرون میریم مثلا فرض که خیام بیرون میره یک تفلک در مقابلش لبخند میزنه، اکثر وقتا از ما اولش هم میگیره میگه اون کاکایی که یک ذره نشانیاش که میگه اونو که بدرنگ است. امو کاکای ما را چند نفر گفت میگم امو کاکا را میگم بود من نشانی پرسان کردم تو کدام کاکا را میگم؟ امو کاکا که یک تار موی داره اونم گدوت میمونه. خب نه او کاکا بسیار معقول کاکا است. به هر حال نصر جان من نصر جان ازیاد کردی. ما چند روز قبل طرف خانه میرفتم، ما میخواستم از سرک تیر شوم. یک بچه تقریبا جوان بود، امره پدر خود بود. خواه. طرف ما اشاره میکرد. ما گفتم نمیفهم چی. امی یک حس خوب است. فقط امی گپ با افتخار از معنویت یاد کردی. یعنی گپ یک حس خوب است که یک کس مشناسه، کس بیننده برنامه است، بیننده همه چیز است. کاملا دقیق. ما وقت نازم جان از سرک تیر شدم، این حرکت کرد. او فکر کرد که من شاید دیگه طرف رو از سرک تیر شدم. او پیش ما آمد.
پیش محمد فقط زیاد نه یک 20 ثانیه استاد شد. اونمو یک حس بسیار خوب است. یعنی تشویق معنوی است. داره همگی میبینن، همگی خوش میکنن. میگن همه چیز است. بله. اما خب. تصاویر ببینیم؟ بله، میریم میبینیم امی خبر خوش را که روی تصاویر براتون نصر جان آماده کرده. پس میایم ان شاء الله ما یک رقم میلاد دادنی نیستم، یک چند روز نبوده قصه خود که نگرفتیم. خب ما صد ما خیام آوردیم پشتیوانم است. وقتی که ما در لیک یک جای بودیم خیام مال خیام بود. دیگال پشتیوانم است. شدم ایگان انرژی می خریدم برش. خوب گپ است. ورپسې بعد شاهین هانترز د لوبډلې پایلو به تلاره پیدا کړي. دیر اٹ از لال باز اپ اگینست. Oh, that's nicely played. It's up in the air. It's going towards the longer body, longer body for four. It down the wicket, straight up in there. It's going towards the fielder. That's nicely taken. Nanyal Kharote, what a catch. Over there. That's a good shot. Beautifully picked up. It was a juicy full toss and he smashed it for another six. That's a good looking shot again. The fielder is coming around. The same fielder. Will he take the catch? Oh, that was a fumble, but he takes a simple sort of a catch. Oh, it was there to be headed straight up in the air. Two fielders coming under it. And it's nicely held. What a wicket at right time. He'll be fencing another six. Oh, it is slow ball. It's going, it's going, it is gone. Nigel Kharote. Final, final ball. And we got the champion. Shine Hunters are the champion of wins. Look at these boys. Look at the team. They deserve it. به هم پخیر او گرزیده په دې هیله چې نور هم داسې لیګونه یوازې په کابل کې نه په ټول هیواد کې زیات شي، او څه فوټبال یا نورې برخې ورزشي برخې په دې کې زموږ ځوانان وړتیا پیدا کړي او آرینا تلویزیون هم دغسې نور لیګونه هم په لاره واچوي. بله، به می امید و سپاسگزاری میکنم از همه همکارا و شما بیننده های عزیز که همیشه آریانا را بیننده هستین. امروز که باز بسیار مقبول شدی، از همه مقبولایش مقبول شدی، یک ذره کورتی تا اوتو نکردی کلیت کفر او ببخشی چیه سایلکت بسیار مقبول خوشایند است. دیر بود آمدی، هرچی کوشش کردی نشد. نیست و... کوشش نمیشه است. تو ما رو ستایل زده نمیتونی بینند های عزیز. نه پس پسک نکو اطراست نگفته مثل چی بود خودت که نبودی باز او مسئله اول تک آورده بود برای ما همکارا. خدا کدام من دروغگوی نیستم. چیزی که برای ما اول آورده بودن گفت که نصرت رفته پشت بادلان خوش کمچه اونو بادیان و مچون چی گوتی میگن چی میگن شما تا که بچهش ما خود چیز رو نبینی باور نکو. خدا یک سگمنت اومدی وضعیتت خوب نبود. ما ایران موندم که چی وضعیت است. میخوام اونجا خسته بودی حتما. اونجا اومدم اما گفتم شاید کار خلاص شده باشه. خب ما دیگه برای اوروس اما ما در کرکت به خاطر که بسیار مصروف بودیم دیگه تونستم یک سگمنت کردم دوباره ببینی. کار پیدا شد و رفتم. مهمان می داشته باشیم دیگه. ما دیگه با چهره خودت چی نمیخورم، بازی نمیخورم. چون تو چهره رنگت زرد گشته. رنگ زرد رقم نیست. رنگش که زرد گشته بود تو مریضی نیست دیگه. تو خودش هست نازم جان. تو رنگ امی در رنگا مشکل. این رنگ زرد نیست، این سفید میگن. ما زرد نشدیم. به هر حال مهمان می داشته باشیم. مهمان می داشته باشیم. و مهمانم هم کس است که ما چند بار کوشش کردیم در برنامه داشته باشیمش. بخاطر که سر و کار ما و شما یگان وقت که میریم بیشتر با چیزای تزیینی است، با سنگ است. خودت مثلا انگشتر پوشیدی با جواهرات سنگ گرفتی. غولک پلخمون میخوایم که باید پیدا بکنیم که هیچ چیز بدون ارزش نیست. حتی سنگی که در روی سرک هست او ارزش است. وقتی تراش میشه و شما از او سنگ مرمر و چه میتوری این رقم گلگانو اتنه کالا خیام جان خواد کدام چی میگن امورا چکاشو چی داره گرفته همین سنگایی که در سرک هست میده کرده بره او که از بین از این حالا جواهرات مبرای و مچم یاقوت مبرای او خراب کرده. امی انگشترش که هست نه؟ او انگشترش سنگ چی هست؟ او سنگ پلخمان است. سنگ پلخمان است و بسیار یک سنگه که همتون مقبول جانانه. و معلم صاحب فهیم نعیمی را می داشته باشیم که واقعا ماشاءالله در مورد سنگ ها زیاد می فهمه. کتاب ها نوشته کرده
و ما میخوایم بفهمیم که این سنگ ها چگونه پیدا میشه. از سنگ چیز ساختن امرای خود میارم؟ بله بله حتما میارم. یک دونه انگشترک دخترانه برات، او ببخشی، یک دونه انگشترک بسیار خوب مقبول برات تمام تو فرمایش داده بودم کورم گرفت. مشکل نیست دخترانه قصد تو هر چیز بیام و دخترانه شام قبول است، برای کس تحفه خواد دادم چی مشکل؟ یا ما میمون خدا میخوایم خوب گفت. تو چی سفید هستی که ما نه نمیگیم. خب مهمان میداشته باشیم عزیزا به ادامه برنامه. و ادامه برنامه گپ نو شما عزیزا را خوش آمدید میگم. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم عزیزا، کسی را مهمان داریم که افتخار ما هستن و اینا چیزایی را میفهمن در مورد سنگ ها که شاید در برنامه های زیاد ما شما صحبت کرده باشیم. ولی سوالات خیلی زیاد باقی بوده که ما استاد فهیم نعیمی را در استودیو دارم با خود که افتخار ما هستن. روی فعالیت هایشون هم صحبت میکنیم، میبینیم که در استودیو هم یک تعداد سنگ ها و یک تعداد جواهرات و انگشترها و اینا را ما در استودیو داریم. استاد خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام بر شما و تمام بینندگان محترم. خدا کنه که چند لحظه را که با آنها هستیم از گپای نو خبر شون، چیزای نو خبر شون. بله. اما محمد فهیم نعیمی هستم، یک مدت بسیار طولانی تولید کننده زیورات افغانی است. تولید کننده زیورات افغانی هستند. تشکر میکنم از نصر جان همچنان که برای سگمنت های بعدی باز برش یک چند آن انگشتر هم خوش خواهد کردم چون برش میزی با. پیش از اینکه بریم در مورد ای که سنگا چی هست و مثلا میخوایم یک کتاب بسیار جالب را که مؤلف و مرتبش استاد هستند محمد فهیم نعیمی به نام آموختن فن زرگری است. این کتاب خیلی جالب شاید بر شما هم تمام شود. استاد چطور انگیزه باعث شد که تو یک کتاب را جور بکنین، تو یک کتاب را نشر بکنین؟ ما در سالهای 1370 خورشیدی بسیار علاقمند شده بودم، چون یکی از برادرای ما را از دست داده بودیم در موادهای کیمیاوی. همین سبب تجسس ما شد که ما باید موادهای جدید را پیدا بکنم، جاگزین موادهای مخرش و چیزایی که ما کار میگیریم هر روز بر ما خطرناک است بدیل از یارا پیدا کنم. باز از همین سبب بود که ما کوشش کردم با استفاده از علم کیمیا، با استفاده از علم فیزیک و همچنان در سال 2000 باز چون یک اقتصاد قوی کار داره و ما در جوانی و قدر اقتصاد قوی هم نداشتیم، باز با کمک میری مکمیکن یک خانم امریکایی بود ما سی شاگرد را تربیه کردیم، خواستیم که همی به شکل مکتبی و به شکل اساسی ما شاگردهای خود را برسانیم. باز در نخستین کتاب در 2000 میلادی همی کتاب در تحریر آمد. بسیار خوب. کمک روی محتوایش این کتاب به دسترس همه قرار گرفته یا کمک روی محتوایش هم صحبت کنیم؟ شما میفهمین در افغانستان یک چیزی که جور میشه شرکت هایی وجود نداره که او حمایش و از جانب مختلف حمایت بکنن و از چیزها حمایت بکنن و بس چیزها را به عهده بگیرن. در دیگه دنیا یک کتاب نوشته میشه، در منافع شریک میشه، شرکت ها وجود داره او را نشر چاپ میکنن. اما پروژه که ما در او کار کردیم یک 100-200 جلد را که جور کرد و نزد خودشان ماند، با تاسف که یکیش پیش من مانده، یکی یا دو تاش پیش من مانده و ما مقدر توانایی از این نداشتیم که را انتشار بتیم. و کاملا این کتاب روی ساختار زیورات است و همچنان این دو بخش است، بخش عکاکی است روی سنگای قیمتی، نیمه قیمتی و تزئینی. چون کتاب اولین کتاب بوده که ما در تحریر آوردیم، شاید مشکلات تحریر داشته بوده باشه دیگه، به او خاطر ایره ما روی چاپ آوردیم. اما جلد دوم سومشه کمک مفصل تر گرفتیم. عالی است استاد. من یک بار از آن مرور میکنم فهرست کتاب تاریخچه زیورسازی در جهان افغانستان، منفعت طلا و نقره، اخلاق زیورسازی، تکنیک امنیت در موادهایی که ضرر زیاد دارد، اصلاحات زرگری و فلزات و غیر فلزات. تعداد صفحات و فهرست خود زیاد است و امی موارد را که مهم بود برای شما به خانش گرفتم. خب استاد آلیانه دیگه باش گیره پرسان بکنم، چون ما سنگار علاقمند شدیم بعد از اینکه آمدیم یک چند برنامه با خودت ثبت کردم و بیننده های عزیز ما علاقمند شدن که بیشتر بفهمند این چگونه یک دنیایی است که مثلا اینقدر سنگا علاقه من پیدا میکنه.
والا هر انسانی که به چیزی علاقه بگیره بالاخره به موجه میرسه یا انده یا بنده است. ما در طفولیت او بازی به دریا میرفتیم، سنگای رنگ را جمع میکردیم، باز پدرم میگفت که اینمی آدم یک چیز میشه. امو را نگین هم جور میکردیم. امو سنگای عادی رفتیم؟ آه، سنگای دریایی رنگ را. خودمان نام میماندیم. چی نام ماندیم؟ دو سال بعد میام مثلا یک سنگ ما به جاجم نامش مانده بودیم. دو سال بعد مشتری آمد به جاجم بته، ما ایران مدیم کدام بتم. این همی چیزا باعث شد که من تجسس بکنم در منرالا خدا برسانم. دیگه این کتاب خودش تشویق کننده بود به ما در قسمت منرالا و خوشبختانه ما تانستیم که در علم منرالوژی هم کم دسترسی پیدا بکنیم. و سنگا که هست یک دنیای از دنیای جواهرات است. انسان هر قدر که به این عمیق شده بره به مو اندازه تشویق شده میره. خودت میفهمی یک منرال وقتی که به منرال میرسه، به پختگی میرسه، سه مرحله مسائل جیولوژیکی را تکمیل میکنه. هر مرحله 3000 سال نیاز داره. یک منرال که 9000 سال نیاز به تکمیل جیولوژیکی داشته باشه، خود به خود انسان میکشانه که کدام چیزا باعث شد. بسیاری هم وطنهای ما میاین سنگ میگه که سنگ ذرات داره. درست است، ما قبول میکنم، اما از نظر علم جیولوژی وقتی که از مایع به لاوا میره، از لاوا به مگما میره، از مگما به منرال میره، در زمانی که مایع از تا لاوا شده، هر چیزی که در اون نقطه زمین است، اگر کربن است، اگر ذرات است، ای با خود میگیره، مکس میشه. و بعض جواهرات که ساختگی است در دنیای مختلف هندوستان و بعض دنیای دیگر جای دیگر می سازن و عین بمباردمان اتمی جوف زمینی که در زمین داده میشه و مصنوعی دو میتن و او را میکشن، او شفاف است ولی جای منرال طبیعی را گرفتن نمیتونه. ما میخوایم یک ارتباط ای که بعضا به این باور هستن استاد، وقتی که ما مثلا سنگای متفاوت را، بعضا به این فکر هستن که مثلا هر کس در ماهی که تولد شده او ماهش مشخص یک سنگ داره و یک تعداد به این باور است که این سنگ بر من خوشبختی میاره. میخوایم یک ارتباط این موضوع را با انسان‌ها، از سنگا را با انسان‌ها بر ما بگوییم که این موضوع واقعیت داره یا نه. خود قدم اول علم منرالوژی ثابت ساخته در امو روز و در امو ماه و در امو وقت که یک انسان تولد میشه، مراحل جیولوژیکی منرال ها هم در امو روز تکمیل شده. بنان خصوصیات امو منرال با خصوصیات امی انسان تطابق داره. بعضی گپای عقیدتی هم هست که از قدیم ها مانده، همه هیچ چیزی به یک حقیقت هم نمی باشه. ما شما همی که میگیم که اینی سنگ نظروردار است، او دلیلش در کجا است؟ ما پیشتر گفتم که منرال ها مراحل جیولوژیکی خود وقت تکمیل میکنن و 9000 سال نیاز دارن. وقتی که ما منرال در دستر است ما قرار میگیره، امی مراحل تکمیل نشده، امی منرال به شوای اک، شوای لای زر، آواز، صداها، این ضرورت داره. شما میفهمین وقتی که انسان مقابل یک چیز میشه، چشم آنن عدسی هم میشه، خود ازی شوای هکس ظاهر میشه. امی منرال امیر ضرورت داره، میگیره، صدمش به انسان نمیرسه. پس علم منرالوژی ثابت کرده که سنگ ها دارای کیفیت است. در مورد این موضوع صحبت کردین استاد، ولی سنگ هایی که زیاد نامش آشنا است برای ما هم، برای هموطنان عزیز ما که در افغانستان است، مثل زمرد و کی سنگا در افغانستان هم عملا پیدا میشن، این مثل زمرد است و مثلا لاجورد است و بعضی چیزهای دیگه، در مورد خصوصیات اینا استاد بگوین و اون جاهایی که اینا پیدا میشه از کجا میاین؟ بسیار خوب سوال کردین، تشکر از شما. ما بسیار جای از ما زیاد سوال ها شده. خب تمامی منرال ها از خود خصوصیات دارن و ایران باید بفهمین که قدامت منرال ها به میلیون ها سال برمیگرده و بعد از کشف فلزات منرال ها کشف شد.
وقتی که بشریت این منرال ها را کشف کردن، نزد خود کردن، هر کدام میلیون ها سال در بر گرفت تا خصوصیات زیر پیدا کردن و نخستین منرال را که پیدا کردن حقیق بود، حقیق. سنگ رنگ حقیق بود و عقیق در طبیعت وافر از زیاد است. از نظر سوچگی خود عقیق هیچ منرال عقیق جایش گرفتن نتانسته، اما در طبیعت چون زیاد است وافر است، به او خاطر یک ذره قیمتش ارزان است. باز بعد از او که است، الماس است، زمرد است، یاقوت است، یا هر کدام از خود خصوصیات خود دارن، خصوصیات طبی خود دارن، به شرط که من پیشتر گفتم همین مراحل جیولوژیکی خود موزون تکمیل کرده باشه. هر منرال دارای وایروماس، کروماس، هرگاه وایرم پایین باشه کروم بالا، هرگاه کروم بالا باشه وایرم پایین باشه، یعنی منرال ناقص است. مثل از این که یک عضو انسان در بعد و تولد کم باشه، مثل انسان است، یک عضوش کم است، منرال هم عینی چیز است. بهترین منرالی که در طبیعت کشف شده فیروزه نشاپور است که تمام مراحل جیولوژیکی را موزون تکمیل کرد. نیلم سیلون است، زمرد پنجشیر است، یاقوت جگدلک است. از امون سبب است که یا مشهورترین سنگ ها در دنیا هستند و از لحاظ ارزش پولی هم از ارزش پولی خود هم بالا هستند. زمرد زمبیا میاید، زمرد کولمبیا میاید، یا قوت زمبیا و دیگه سنگ هایشان میاید. اما به نسبت همین تشریحات که من کردم به می نسبت کم است و شناخت از این از انسانهای عادی به نظر من بسیار مشکل است و بعید است، ایت ناممکن است. بله استاد، چه یک نکته اشاره کردین. شاید مثلا ما علاقه داشته باشیم بریم یک انگشتر یا یک سنگ روی اون انگشتر خود داشته باشیم که مورد نظر ما باشه، شاید برای ما شناختش مشکل باشه که این چگونه است. میخوایم در مورد از این که اگر ما یک کسایی که هیچ شناخت از سنگ نداره یک کمک خوب باید بفهمن یا مستقیما واسه پیش شما بیان، خاص از وقفه در مورد صحبت بکنیم. حجا وقفه کوتاه می داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه. باز هم استاد هست همراه ما، صحبت میکنیم، بعض عکس ها و چیزایی هم که اینجا ماندن، بعض قطعات که اینجا هست هم همچنان در مورد صحبت خود کردیم. دم آزار وقفه میداشته باشیم و برمیگردیم. بایدامی برنامه گپ نو، شما ایزاره خوش آمدید میگم. مطمئنن شما انتظار هستین که البته در مورد موارد که یادآوری شد صحبت بکنیم. بعض عکس ها هم هست استاد ایجا، باش که من فکر کنم که بعد سرتیفیکیت ها و اینا را گرفتین، نه؟ بله، یا من در ایتالیا بودم به یک مکتب زرگری، بعد از مدت بسیار کوتاه و فهمیدن که من در این رشته زیادتر آگاهی دارم، باز یک تقدیرنامه بین المللی به من دادن. اینی کسایی که امروی شما هستن، اینا خارجی هستن که در اونجا بودن؟ بله، یا تشویق می کردن به فکر از یا که افغانستان یک مملکت جنگ زده، یک مملکت که از لحاظ اقتصاد پایین چطو یک نفر تو رشد کرده، با او خاطر مرا زیاد تشویق کردن. استاد، یک روز ما امروی شما اگر یادتون باشه یک برنامه داشتم صحبت کردیم که حتی کسایی که مثلا در این جواهرات از سیاست مدارای ما میخواستن به کسی تحفه بتن، باز در قسمت یک شناختش از شما هم کاری میخواستن. والا من خو یک زرگر بسیار سابقه دار هستم. زرگر ما به کسی میگیم که تولید کننده زیورات باشه. بله. اما کسی که زیورات هم فروشه و زیور فروش یا جواهر فروش هستن دیگه. بله. ما مولدین یا تولید کننده را برش قائل هستیم کلمه زرگری را. دیگه ما از امو طفولیت کار کردیم و خوشبختانه در دکان ما از دختر رئیس جمهور داود خان گرفته تا تمام کابینه حکومت دکتر نجیب و از او گذشته همسر و دختر خدا رحمت کنه برانیدین ربانی را می آمد و گاگای به قصر ریاست جمهوری دعوت می شدم نزد آقای غنی. من تشویقم می شدم
و چیزایی را که میگرفتن بله آگاهی از خودم میگرفتن تا نمیکردن که از دیگر جای بگیرن و بازور مرا نشان بتن. ما پیشتر گفتم ما بر نشان بتن یگان جنس یک جنس را که 1000 افغانی میخره اگر به ارزش 1000 افغانی جنس بخره 100 روپم مرا میته 1100 افغانی ای از 1000 افغانی خساره پیش است پیش میشن. خب یک بار اجزای سرتیفیکیت هایی را که استاد به دست آورده که همش قابل قدر است واقعا استاد به شما افتخار میکنیم. فیزیوتراپی مجدد برای افغانستان پارسا یک و یک در مورد ای که از کجا به دست آوردین خب صحبت کردین ولی مشخص ایره گفتین از امیر از فلورانس ایتالیا شهردار شهر فلورانس و رئیس یک مکتب برام. بسیار خوب. وای دیگه وای نخستین کتابی که در افغانستان در تحریر آمد امی پروژه به عنوان فرزند صدیق افغانستان ایره برام بسیار خوب. و آخریش؟ و ای ما در بعض جای آیساف بود اوجا دعوت می شدم بازی آیساف هم بر ما از چند ارگان جمع شدن بر ما یک تقدیر نامه دادن. خب در کنار کتاب یک چپتر یا جزوهی که آموزش فن حکاکی است ایره هم شما نوشتین است؟ بله ایره در سال 2008 ما در تحریر آوردیم که خودم در جایپور هندوستان رفتم و تراش نگین یاد گرفتم و پس آمدم با شاگردایم یاد دادم و با آخرین سیستم ماشین های حکاکی در اوجه آموزش دیدم و دوباره پس شاگردایم که 30 شاگرد زنا بودن ما یاد دادیم. باز ضرورت شد که ما یک کتاب در تحریر بیاریم که اگر کمی مسلکی تر و سنگ ها به ادر نره با او خاطر درباره از این صحبت در قسمت تراشش یا تراشش و دقت چه از کجاش تراش و کدام سنگ چه قسم تراش و هر سنگ از خود رگ و ریشه های داره که باید از امو رگ و ریشه ها باید برشه و تراش ها. بله که موضوع پالایش و جلا و همه بله، چیز شاید بله، در بر بگیره. بله. بسیار خوب استاد تقریبا از این دو چپتر دارین دیگه بمیم. بله ها محتوایش فرق میکنه باز؟ او برای زیورسازی سی برای نگین سازی. خواه یکیش برای فن زرگری است یکیش برای فن حکاکی است. خواه من نمیفهم که این نصرت چی شد که یک دونه انگشتر بسیار شوق داشت که برایش باید داشته باشیم. استاد اجازه است همیارم یک دفعه برای دوستا. زیورات است که سنگ مختلف است. عقیق هم است. فیروز هم است. استاد سلام به شما. و ساختارش اکثرا خودم ساختیم دیگه 90% ساخت خودم است. بسیار خوب. استاد سلام به شما. سلام به شما. بسیار خوش آمدید. بخیر هستید. ما منتظر بودم چی وقت ما را بخواید دل ما را بیخی کرد از این انگشترها او کردین. خدا نکنه دیگه کاش که خیلی در دوکان می آمدی که بیخی فکرت دیگه هم میشد. چی است؟ دخترانش همون جا مونده. باش که ما سعی کنم. او هم انگشترهایی هستن که اینا اینا معقول تر است فکر کنم از اونها که همش معقول است. همش کار دست خودتان است. 90% کار خودم است. بله ها و حتی تراشی نگیناش یک تعدادش تراش خودم است. بسیار خوب. خب استاد و یک باکس دیگه هم پیش خود شما است. یک و این کاملا سنگ بدخشان است. لاجورد است فکر کنم. لاجورد است. بله ها نماد کوپای های پامیر است و شما متوجه اگه شده باشین حتی تکمای آستین ما چی یخن ما مزمی مجرد ما که امینه و اونجا مایک نصب میکردین نصد ما متوجه شدم چون یک صنعتکار هستم نماد صنعت باید نزد ما باشم نزد خوب و چه خوبی اگه انگشتر به دست خودم نگاه کردین اصلا تی فیروزه خیر شما میتونین سهل بکنین سهل شما فیروزه مفت اصلا خب این فیروزه است مقصد استاد میگن انگشتر میگه صاحب نداره نه والله این چیز واضح است یگان جای یادم میره یگان جای دوستا فرادم صدا میکنه ما قبلا از زیورات و استفاده نمی کردم در این اواخر کمک دستایم درد پیدا کرد نقره چون بروماید است بروماید زده درد است از او خاطر خودم دیگه یکی را در دست خود کردم و خوشبختانه که دردای ما کاهش در مورد ویژگی سنگا شاید برنامه را دیده باشن فهمیده باشن ولی وقتی که میخواین سنگ خریداری بکنن چطور مطمئن شون که این موضوع اصل است نسل جانی داشته باشه بسیار آسان است وطنای ما میتونه با دو میتود بسیار آسان که حتی فروشنده سرش نمیفهمه میتونه تشخیص بکنه در قدم اول تمامی منرال ها که هستن دارای یک درجه سختی بسیار بالا هستن از 7 تا 9 درجه سختی داره
که هیچ منرال مصنوعی به 7 درجه نرسیده و میتودی که میتونه استفاده بکنه تشخیص بکنه یک وقت میخواه نگینه بخره یک دانه سوزن یا پنگ یا سنجاق اگر نزدش باشه وقتی که جنس در نزدش آمد یک دکه بته اگر منرال اصلی باشه خراش نمیشه خود سوزن خراش میکنه تیزیش از بین میبره اگر منرال های ترکیبی و مصنوعی باشه با او خودش ختم میشه یک میتود میتود دیگه این نمیست که دو دانه نگینه وقتی که در دستش آمد یکی به دیگه استای که در یک انسکاک بته اگر لخشید استاد نشد او منرال اصلی است درجه سختی بالا داره هرگاه به هم چسبید منرال اصلی نیست این دو میتود خو خیلی ساده است استاد مطمئنا ساده حتی خود دکاندار نمیفهمه مطمئنا شما میاد گرفتین آسای که یک دور اگر سنجاق نبردین دو تا منرال دو تا سنگ بین هم یک انسکاب فقط آیستای کده کم یک کم دکت دین اگر دو دان انگشتر بود دو دان نگینیش به این یک کم تماس بود اونه اگر از اونموش که خط نگرفت اونموش صحیح است اونموش اصلی است یک آنه چیزی که ما فکر میکنم تمام معلومات گرفتیم یک آنه چیزی که من که کمک در مورد قیمت ها گپ بزنیم استاد نه که چطور است موضوع قیمت والا بسیار خوب سوال جانداره کردین در قیمت منرال ها خود منرال رول خود داره آها هرگاه منرال بسیار شفاف و پاک و بی خلخات باشه به مو اندازه قیمت است مثلا یک کرید زمرد که هیچ چیز نداشته باشه $1,000 پایین یافت نمیشه به حساب افغانی 90,000 افغانی هرگاه او منرال دارای بعض کربن و علیا خاشاک که در سطح زمین از گرفته باشه به هر اندازه که او زیاد باشه به مو اندازه قیمتش پایین بسیار خوب استاد اینمی لاجورد خو نسبت دیگه منرال ها و دیگه سنگ های کم قیمتش خوب است ارزان است یا لاجورد که از در جمع سنگ های تزینی میره تمام منرال ها به سه کتگوری تقسیم شده سنگ های قیمتی نیمه قیمتی تزینی اینا لاجورد در جمع سنگ های تزینی میره اما چون رنگ دلکش داره در جمع جواهرات خود آورده اما بسیار بسیار یک رنگ مقبول یک رنگ جذاب داره یک دانش چون من لاجورد زیاد خوش دارم اینا ای خوب نیست استاد انتخاب ما؟ بد نیست ها نامخاله خوب یک است که بازی را فکس کنم اینه هستا انگشتر است که در زمانش زیادتر خانه و ملک های قریه و این ترا استفاده یا ملک قریه است یا ملک قریه است وقتی نگو شوخی بکنیم رنگ برنامه تغییر با خیستان از انتخاب ما معلوم است که بله 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 ای از ملک های قریه و از کسایی است که مثلا بسیار صاحب صلاحیت در منطقه شان بوده بود یک دانه اسب هم داره استاد یک از دفتر میره با سر اسب میگرده سلامت باشین استاد ماشاءالله با شما برنامه خیلی خوش گذشت و لذت بردیم از برنامه چند لحظه که با شما و هموطنان ما بودیم یک چیزی را آموخته باشن و وقتشان به ناحق ضایع نشده باشن خواهش میکنم استاد افتخار ما هستین لطف کردین از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه همچنان و آل اگر پیام گفتنی باشه و بعدش هم میریم به طرف وقفه پیام ما به تمام هموطنان مهمی است وقتی جنس میخرن زیاد چاکی است نقره چرا سیاه میشه سیاه شدن نقره از کیفیت اصلی نقره است بروماید است بروماید ترشو میکنن نقره حفاظت میشه در حال که آینه زنگ میزنه هرمونیه را از موریانه میخوره مثل موریانه میخوره اما نقره میلیون ها سال در زیر زمین باشه خراب نمیشه اما خصوصیت برومایدش است که حفاظتش کرده و همین بروماید است که برش زده درد است من پیشتر گفتم انگشتر نقره رو به خاطر درد در دستم پیدا شد ما گرفتم از روزی که گرفتم دردایم کم کاهش یافته بنان استفاده بکنن از نقره استفاده بکنن از زیورات این خودش یک غذای روح است بر انسان بله بله استاد زنده باشین سلامت باشین مطمئنا سوالات خیلی زیاد از هموطنان ما حل شده و در مورد سنگ ها در مورد منرال ها در مورد خواص نقره در تمام این موارد سوالات خیلی زیاد باش که من انگشتر ملک زاده یاد مثال متویزاره ملک سبی یک وقت با می انگشتر که انتخاب ما است
یک وقت کوتاهی داشته باشیم از و برمیگردیم باز هم برامی گپ نو را فراموش نکنید. به هر حال خوش آمدید به ادامه برنامه. در خدمت شما هستیم با نصر جان همتو پپرمتو دوست داشتنی. در روزایی که نمی باشی واقعا ما خوش نمی باشم. هر چی که باشی همکارم هستیم. می باشم بعد از این می باشم بخاطر که لیک خلاص شد. خب بخیر هستیم. دیگه جای نمیرم. دیگه موقع امو دیالوگ گفتن برات نمیتم امو دیالوگ. ما برنامه رو در چند شب پیش ده فکر کنم در سوشال میدیا دیدم. خب دیگه اما اول شدیدم باش ما یک گپ میفهم اما اول برنامه رو مسایی میکنم بخاطر هر چیز می اونمونجا میباشه. آدم اوجش دمو است. ما در این برنامه یادم هم رفت که تعریف کرتیگه که دامنی که میکرم چکر مقبول برد خوب میگه مهرام چی داریم در این بخش برنامه؟ باش که من یک دفعه سعی کنم خدا نگاه کنم پیسه زیاد میگیری سعی جمع نمیکنم خدا نگاه کنم خوب است که تو موی ندارم یک نوع موتر آمده شاید در ما و شما در خبرها و بعض جایا دیده باشیم که مثلا سابق فکر میکردن که موتر با آب حرکت کنه مثلا آل موتر آمده در افغانستان که چارج میشه البته در افغانستان آمده در خارج از افغانستان بود قبلا بوده دیگه در افغانستان آمده ولی افغانستان هم قبلا آمده بود بنام موترهای هایبرد ولی اون موترها یکمک مثلا بعضی‌ها فکر میکردن که مثلا تا 60 با برق یا با چارجی که داره میده بعد از اون باز تیل مصرف میکنه کی رقم نیست بعضی موترهای آمده که اون موتری که تا 60 تیل مصرف نمیکنه او از بطری استفاده میکنه او در پسر خود تقریبا بسیار بطریای کلان داره از او استفاده میکنه اما موضوع مادی برنامه حل ساختیم که موضوع اشتباه است نصر جان این موتورها خودشان با مو گردش خود چارج میگیرن و وقتی که مثلا اگر 180 هم بخوای بدوانی مشکل نیست تیل مصرف نمیکنه هر زمانی که خودت خواسته باشی مثلا اونجا مثل هلت بیتری واره مثلا یا مثلا پرسنتیج بیتری واره برات نشون میده که مثلا این موتورت اینقدر چارج داره باز شما چی میکنین میتونین کوره با تیل بسازین تیل مصرف یعنی یک دفعه فقط پول جمع کن موتر بخر دیگه ان شاء الله بخم همیشه و دیگه این موضوع که نصر جان مثلا خودت خسته میشی فرض کو اول بیاد از وادر میگیری در عین درایو کردن هستی موتر آپشن اوتو درایوش فعال میکنی خودش رادار داره سیستم اوتو درایوش اوتو درایو در سرکای مستقیم کار میکنه نه 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 ما البته میگم وقتی پارکینگ دیده بودم ما یک ویدیو رو سعی کردم او را در پارکینگ جای براش نشانی میکنه او خودش در اوتو درایو مونده خودش پارک میشه این موتر نه در اوتو درایو که وقتی که اوتو درایو سیستم فعال میکنین رادار فعال میشه و سنسورها فعال میشه مثلا از کدام فاصله که موتر نزدیک موتر میشه این خودش مثلا فاصله خود میفهمه که مثلا چی کنه و مسیر خودت تعیین میکنی مثلا نزدیک تا شار مثلا اینجا تا کوتی سنگی اینی سیستم ایت یک موتر بیادرت خریده دیگه اگه باورت میه دلت نمیه بریم ببینیم در این سیستم آتو درایو اگه فکر کن این موتر در حرکت است نه اگه کس از پیشری از این موتر عبور کنه باز اینجا چی؟ این بریک میکنه دیگه اوتو درایو است کل سیستم اوتو میشه حتی بخوای سلیپ کنه سلیپ میکنه حتی بخوای اما چیز است بسیار یک چیز مجهز در افغانستان خب متاسفانه همه در ایرانی اما بعض کساست که یکم مشکل دارن در دریوری دیگه از خاطر این موتر که ببینن در اوتو درایو است اشترنگ مشترنگ نزنن نه نه او تو خوب باز دلجم دیگه خواه امی موتر که بیادر در موردش یکم گپ زد و امی موتر خرید امروز در برنامه میریم میبینیم چطور است آوردی شه؟ آوردیم در پیش دفتر یک چکر بازی طرفی طرف یک آیسکریم خوردن میریم بله میریم میبینیم این بخش چی بخریم عزیزا برمیگردیم در ادامه برنامه ما را میکنیم یک نوع موتر در کابل زیاد مروج شده و یک ذره چی میگن صداها بلند شده که یک موتر جدید با امکانات خوب که با برق کار میکنه ولی تا 60 هم چون میده و با برق و بعدش با تیل کار میکنه خب ویژگی های خاص داره من امروز در این برنامه خواستم برای ببینم اگر از اون موترها پیدا بتونم خیلی خوب میشه و در کل ببینم که در بازار کابل قیمت‌های موترها چگونه است چون دیر بود یک گزارش است یا یک برنامه از موترها می داشته باشیم من در این موتر فروشی آمدم چون موترهای خیلی خوب و خیلی موترهای مدل جدید هم دارن من میرم داخل ببینم که اگر اجازه بتن امروشون یک برنامه داشته باشیم و اجازه است سلام خوب هستین خوب هستین ساعتمند بخیر هستین سلام خوب هستین ان شاء الله ساعتمند و اینی موتر هم
دیگه هایبرید است نه؟ بله این موتور هم هایبرید است یوم 34 است. شما میبینین که نشانه هایبرید دو جام زده است. داخلش هم سیستم کامو جور شده بود یوم است. فقط انجن فرق داره، او هایبرید نیست و ای هایبرید است. هایبرید است. هایبریدش اجزا هم این موتورایی میگن که با چارج و با برق کار میکنن. بله در کنار از اینکه با برق کار میکنه شاید برای مردم برای دوستا و هموطنان ما سوال باشه که چگونه با برق کار میکنه. بله امروز زیادتر مردم ما شما اثر غلط فهمی هستن، میگن که تا 60 ای با برق میره. آ ما تا بله. دم انون سوال چون ما گفتم مردم اما تو یک چیز میگم ما باید برم پرسان کنم که همین گپ راست است؟ نه خیر این گپ غلط است یک برادر. این سیستم داره که اتومات با برق میره، اتومات با تیلا میشه. حاجت به این است که ما شما کنترل کنیم. این خودش سیستم داره که کنترل میشه. مثلا شما در میتونید 180 هم با برق بره. این به حساب چارجش است که بیتری چارج میشه اتوماتی با برق میره و که بیتری چارج نباشه اتوماتی با تیل میشه. خب یکم در مورد ویژگی های از این موتر باز است؟ بله میخوایم بیشتر بفهمم عزیزا. یه دفعه کامرمن عزیز ما بیاین داخلش یک دفعه ببینین اونمو ویژگی هایی که در قسمت برقی گپا داره. این داخلش هم که میبینین بسیار یک موتر مقبول است. این قیمتش چند است؟ قیمت ازی 15800 دلار. 15800 دلار قدر هم دیگه که باز فکر میکنن دوستا ارزان نیست ولی کار خوب میکنه. کار خوب میکنه و همین سیستم چارج ازی بله چگونه است؟ از چی چارج میکنه؟ سیستم. یعنی دین برق دولتی ولی در کابل که برق نیست چطور شد؟ سیستم یعنی هایبرید به دو قسمت میه. یکی پی ایج ویست که خودش چارج میشه، یعنی باید شما پلک کنین. خب ما اجازه است بیاییم اینجا بشینو. خب شما باید پلک کنین تا او وقت ای چارج بگیره و یکی سیستم هست که یا خودشان با چارج میشه در رفتار چارج میشه. یعنی شما وقتی که رفتار سرش میکنین این خودش چارج میگیره. باز در دیسپلی هم نشان میده براتون که موتور در حال چارج است او را نشان میده. یعنی می دو قسمت هایبرید میه. این رقم نیست که برادر ما شما میگیم با پرزای از یام خیلی ارزان است. والا نگرانی یک جای دیگه ما پرسیدم باز بعضی موتورایی که مدل جدید میباشه مثلا میگن چراغش مثلا یا خدای نکرده اگه یک حادثه چیز شوه باز میگه پرزه ازی پیدا نمیشه یا مو وسیله که مثلا اگه بگویم پرزجات این موتورا که است از دست افغانستان که پرزای شرزان است. یعنی اگر به دست افغانستان باشه شاید یک دانه پرزه مدل کرولای 2010 شاید یک گروپش در قیمت گروپش نه البته هر پرزه شما میگم به طور مثال شاید 1000 افغانی باشه از وقت 1000 افغانی باشه یا 600 افغانی است. این نگرانی تو نمای ظاهر زیاتر مردم میگه که دو دروازه ای است نه خیری سیستم آپشن ازی توسط کمپانی که جور شده اینجا میبینین قلفک دروازه اینجا جالب شی است قلفک دروازه را اینجا باش کامرمن عزیز این بسیاری ها دو دروازه ای فکر میکنن نه رقم نیست اینجا قلفک دروازه است که بازش میکنی دیگه اونا داخل موتور هم ماشاءالله چقدر زیبا کامرمن عزیز به 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 خب سیستم عزیز شما میبینین یعنی سیستم ازی کلش ازی جا کنترل میشه اسکرینش کنترل میشه و دیگه میبینین اشترینگش و ظرافت که در این موتور کار شده شما میبینین از طرف کمپانی اگزازهایی که داره که هوا را تبدیل میکنه از داخل موتور دود باشه یا دیگه چیز باشه ازی جا تبدیل میشه هوا را زود کده کش میکنه هوای تازه را به موتور را میده. این هوای تازه هم داخل موتور میاره. سیستم هایبرید است برق است با برق کار میکنه. بله سیستم ایسیش میبینین که یعنی پکه داره به تمام جهت ها دور میخوره. سوینگ که میگنه اون سوینگ اون کار میکنه که خودش اتومات یعنی هر طرف واقعا داخل موتور سرد دی گرمی هیچ احساس نمی کنی که هوا گرم است. بله و سیستم دیگه شما میبینین که از اینجا ما برتون این سیره یعنی میتونیم که انتخاب کنیم. شما اینجا کلیک میکنین اشترینگ شما میبینین اینجا گرم میشه با این دکمه اشترینگ گرم میشه با این دکمه همی خود سیتا گرم و سرد میشه. شما میتونین درجه شما انتخاب کنین که 3 درجه است. ما فعلا از شما را زدم تا 3 درجه میبینین که سلو سلو یخ شده میره میبینین شما ایجا
چی یعنی موده این چیزش هستک هایبریدش هستک هایبریدش هایبرید باشه یا هم دیگه اونمو سیستمی که با برق کار میکنه و بتری هلت داره و اینمی ویژگی‌هایی که در موتور قبلی که صحبت کردیم امور داره بله سیستم ریرش که یعنی این شیشه عقبش مانع سردی میشه مانع گرمی میشه تا بتونه درایور درستی موتور کنترل کنه دیدین موتور چالان شد موتور تال هایبرید بود آل چالان شد، آل اینه معلوم میشه و زمان که چالان هم میشه دیگه هیچ فکر میکنی که صدا نیست دیگه خوبی که داره مثلا در کنار از این که از لحاظ اقتصادی خیلی خوب است آب و هوا رو صاف صاف نگاه میکنه دیگه و شما داخلش میبینین که یعنی با چی فارمیکا و ظرافت این موتور کار شده که امروزه خیلی مردم زیاد خوش میکنه طبقه جوان ما این موتور را زیاد خوش میکنه و گفتنی باش که پیش از اینکه دلار باز بکنیم این سیستم خودش نوشته است که میبینین هایبرید سینرژی درایو و دیگه اتلیت است که جی گریت است که جی گریت مردم بسیار در بازار خوش میکنه فول آپشن میباشه خب و دیگه خو لوگوی خودش است کراون و ایام از کمپانی که از دبی وارد میشه و این قسمت هم کدام گپ خدا را که بازش کردیم بله سیستم هایبرید ازی تمامش یعنی امی خود بیتریایش و سیستمش تمامش در اینجا موجود است و دیگه این ماشین هوایش است که از کمپانی هم رایش آمده ویلپانه و جک و این چیزایش است خواه ماشین یعنی شما دیده میتونید چیزی که از خود کمپانی هم رایش آمده یعنی بیتریای ازی در اینجا است نه؟ بیتریایش در اینجا است که حالا گوره که ما این چیز میکنم نه دیگه ما فهم نه نه کن ما هدف ما میست که بر مردم واضح شد حال که باز ما خریدم بردمش باز میکنم که ماشینش که شما ببینین آل خو ازی شد فقط که ماشینش هم ببینین برتون معلوم خواهد شد بسیار خوب خب باز دیگه نمیره خدا نیک مبارک کنه عزیزا من نمیفهم خوش شما اومد باش که آه ماشین شواز میکنه که ببینیم چقدر پاک و ستره است نه؟ بله این موتورا اینا وارد است از او خاطر که درایو نشده موتورا پاک به اون شکل که آمده استاد است و فقط یک صافی زده میشه روزانه ما میتونیم ببینین که سیستم هایبریدش در اینجا است که کنترل میشه ببینین که ماشین یعنی با برق قسمتی که پایپ است بله خب علی خیل صاحب تشکر از اینکه چی میگن کاغذ خریدم برام دادی پایسر ان شاء الله که باز برترحال میکنم صحیح سر اجزا خب برام این مبارک باشه و برای خودتان پیسهش باشه تشکر از اینکه شما آمدین محترم ما را با مردم معرفی گرفتین تشکر بسیار زیاد اجزا ما هم از حضور شما مرخص میشم این محترک دیگه خدا نیک و مبارک بکنه برنامه در برنامه دیگه تا برنامه بعدی که در خدمت قرار میگیریم شما را بالای پاکل ازال میسپارم ما دیگه رفتم میرم به طرف دفتر که شیرنی داده نیستیم شاگردانگی خو گرفت همکارا را هم شیرنی داده نیستیم دیگه بر شما لحظات خوش خواهان هستم کمنت هایتون رو بگذارین حتما ان شاء الله به خانش میگیرم چینل یوتیوب آریانا را هم سابسکرایب بکنین برنامه های دیگه آریانا را هم ببینین و برنامه گپ نو چی بخریم هم فراموشتون نشه تا برنامه دیگر وقتتون بخیر الله نگهدارتون رسیدیم به پایان برنامه نصر جان یود برنامه امشب که تقدیم اجزا کردیم ارزو دارم از برنامه یوتیوب رو سابسکرایب کنین آه یوتیوب رو ما رو سابسکرایب بکنین ولی پیش از او میخواییم یادآوری بکنم برنامه خودتان است اجزا هر نظر پیشنهاد انتقاد که می داشته باشین آزادانه با ما شریک بسازین ما آزادانه میپذیریم و شما اجزایی که دوست دارین در برنامه ما مهمان باشین دوست دارین که در برنامه ما البته بیاین و استعدادهایتون رو به نمایش بگذارین شما رو تماس برنامه در خدمتتان است و میتونین پیام بکنین و نصر جان گلگلی برای شما این می شماره که یک تکرار میکنه ما چقدر رو ناز میتونم خب همین شماره رو بگو دمی نازا شماره یادم میاد خب برو میگم خیر 0700-150-116 و در پهلوی از یوتیوب چینل سابسکرایب کنین بل بتن فشار بتین و بینندید تمامی برنامه که در یوتیوب اپلود میشه باشین البته برنامه گپ نو هم بیننده باشین و بخشایی که در این برنامه به نشر مسپاریم البته چی بخریم میدان بیا پیاده برو جایزه بگی کمره مخفی میتونین این بخشا رو مکمل از یوتیوب بیننده باشین بله پس تا برنامه های بعدی که باز هم حبیب ناظم با نظر جان که همون تو زیبا و خوبش و کلیش هم قطی نمک باره خدمت شما قرار میگه خیر شما رو برای پاک لحظه ها بسپاریم تا آخر برنامه هیچ چیز نگویی که خدافزی است
شما رو ولی پاک لای از آلمس پاری بخیر وقت تال مخیر بیا بلک پرانه اللهم ملشا مرد استک تک کالباس